درود بر شما و پس از خبر خوش آمدید. اعضای گروه طالبان از دروازه غرب پایتخت عبور کردند و تا 1 کیلومتری حوزه 18 امنیتی شهر کابل رسیدند. نیروهای امنیتی مستقر در این حوزه میگن که بسیاری شبها طالبا بالای آنان حمله میکنند و ساعتها هم به درگیری میپردازند. باشندگان محل هم میگن که طالبان در کوچه و پس کوچه هایشان حضور فعال دارند و شاید درگیریشان با نیروهای امنیتی کشور بودن. حالا وزارت داخله یه را رد میکنه. قبلا سایر سخنگویان هم این مهم را رد کردن، از جمله سخنگوی فرماندهی پلیس کابل. اما آنچه که اطلاعات مسئولان پلیس در محل هست با مسئولان وزارت امور داخلی افغانستان چرا در تناقض است؟ اینجا وزارت امور داخلی کشور اطلاع نداره از این مهم، یا این مسئولان واقعیت را نمیگن، کسانی که در حوزه 18 هم هستن؟ خواستیم که جناب سخنگوی وزارت امور داخله را داشته باشیم، اما با تاسف جناب آرین و دلیل اینکه برنامه از طریق اسکایپ بوده و به دلیل فصل کرونایی حاضر نشدن در برنامه و با تاسف که امشب نداریم ایشان را. اما جنرال سمر سادات آگاه نظامی و صدیق منصور انصاری رئیس فدراسیون جامعه مدنی افغانستان را خواهیم داشت. پرسشی که هر شهروند داره، واقعا کابل امن است؟ گزارش. کابل نسبت به یک ماه پیش به گونه بی پیشینه ناامن شده است و گواه درگیری ها در برخی ولسوالی ها و حتی اطراف شهر بوده است. حالا گروه طالبان از دروازه های کابل به داخل شهر عبور کردند. در جریان یک هفته گذشته بیشتر پوسته های حوزه 18 امنیتی شهر کابل که در نزدیکی ولسوالی پغمان موقع دارد گواه درگیری های شب هنگام میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان بوده است. به تازگی شب گذشته گروه طالبان اینجا بر پوسته های حوزه 18 امنیتی حملات انجام دادند که در جریان این حملات گفته میشه که تلفات هم نیز در پی داشته است. 6 ساعت اینطوری جنگ بود دیگه. شب تا اون استقامت پلیسی پایین مال باره میدیم اون استقامت رسیده بودند. این سره یکی جه که اومدیم در خامه گرد چیده میسوام میتونه سونی چی باره چاو کردنده. سر پوسته ایم اگر دوسته فکر شد مقصرش هم انداخت نکدیم، اما مردم هم پایین فکر بگیم. این پوسته مربوط به حوزه 13 امنیتی شهر کابل میشه که دو شب پیش گواه درگیری چند ساعته میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان بود. امنیت 13 و 19 حوزه 18 امنیت پایینه سرمزید تعدید هستند دیگه. اسد نام دارد، عریضه نویس، در مقابل درب ورودی حوزه 18 امنیتی شهر کابل است. میگوید روزانه چندین عریضه مردم را از بهر شکایت و حضور گروه طالبان در مناطقشان می نویسد. میگوید هر شب گواه درگیری در این محل است. اکثرا شب از ده شب به بعد درگیری ایجاد می شده اینجا. بین یک پسته که دوستان مربوطه حوزه است و بین طالبا. ضمن این که طالب ظرفیت و توانایی حضور را در همای شهر ندارد، بلکه وجود فیزیکی این گروه در هیچ جای پایدار دائمی نیست. این در حال است که به گفته برخی منابع قطعه سرخ گروه طالبان در باغ داود، قلعه ایدرخان و ارغندی پایان ولسوالی پخمان حضور فعال دارند و شبانه در نزدیکی پل کمپنی ایست بازرسی ایجاد می کنند. جنرال سادات آگاه نظامی از کابل و آقای انصاری رئیس فدراسیون یا فدریشن جامعه مدنی افغانستان را هم داریم. درود بر هر دو بزرگواران، ممنون از اینکه حضور یافتین در برنامه. جنرال صاحب، از اینجا آغاز کنیم. این تناقضی که بین گفته های مسئولان امنیتی حوزه و سخنگوی وزارت امور داخله وجود داره ناشی از چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با احترام شما بدون شک تحرکات از جانب طالب ها در همه شهر و ولسوالی های ولایت کابل در همی اواخر تشدید یافته متاسفانه، و اونا هم زم خود تلاش امیر دارن که گویا حضور خود را در پایتخت نشان بدن و از طریق امی مداخلات نظامی اینا کسب امتیاز بکنه که من یک رد میکنم
دست امتیاز به معنی خونریزی مردم، به معنی امن و آرامش مردم این امتیاز نیست بلکه یک ضعف است و نباید طالب‌ها از همچون موضع حرکات را و تحرکات را در پایتخت داشته باشه که اونا هم در اینجا در خطر مسئله صلح و مصالحه روان است و دولت در برابری از اینا انعطاف و حوصله مندی کار میگیره و این تحرکات به نفع هیچ طرف نیستند که فضای مصالحه را مقدر بسازه و جانب دولت هم تلاش داره که تحرکات مهار بکنه و جلوگیری بکنه. اما سوال ما آقای جنرال چیز دیگری بود. دقیقاً این تناقضی که وجود داره فکر میکنید با عنوان یک نظامی دلش چی بوده میتونه؟ خب این بدون شک تقریبا یک جنگ روانی هم روان است. متاسفانه که وقت ها وجود داره که طالب ها حضور دارند. همه تلفاتی که به وجود آمدن، چه قتل های هدفمندی که وجود دارد، چه جرایمی جنایی که است، چه فعالیت های طالب ها در حومه از ولسوالی ها مثل ولسوالی سروبی، ولسوالی خاک جبار، ولسوالی شکردره و ولسوالی فهمان و حتی تا ساحه حوزه پنج که کمپنی اینجا هستند، این تحرکات داشتن که در رسانه ها و درس کردن و حملاتی هم صورت گرفتن. مشخصتر اگر زمانی دو فرد از یک نهاد بیاید دو رقم صحبت کنه، این چی را میرسانه به شما به عنوان یک نظامی؟ در دام بریم به طرف جناب منصور. خب وقت ها باید به ملت روشن شود، گفته شود آنچه که واقعیت داره و پنهان شده نمیتوانه از دهان مردم. چون امروز ما و شما در یک دنیای تکنولوژی زندگی میکنیم که رسانه ها عاجل از هر گوشه و کنار پخش میشه و مردم آگاهی حاصل میکنن و وقت ها باید به مردم گفته شود ضعفی وجود داره. متاسفانه ضعفی هست، نهادهای امنیتی ما فاتحانه عمل کرده نمیتونه. بسیار تشکر، خیلی خوش آمدین. شما هم این تناقض را ناشی از چی میبینین؟ شما حالا طالبا به قول باشندگان محل و در کنارش مسئولان امنیتی در یک کیلومتری حوزه 18 قرار میگیرن، سخنگوی وزارت این مهم را رد میکنه، بحث جنگ روانی را مطرح میکنه، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل هم حدوداً 3-4 روز پیشتر چون این موردی را گفتن که این جنگ روانی و سایر موارد هست. در این وضعیت فکر میکنین که هماهنگی باید میان پلیس پایتخت وجود داره، بخصوص بین پلیس و وزارت امور داخله؟ جناب انصاری؟ انصاری صاحب صدای من را دارین؟ من فکر میکنم که مشکل تکنیکی پیش آمده. همکارا اگر مشکل را رفع کنین شما دوباره میشه تماس بگیرین. بسم الله الرحمن الرحیم. رفع مشکل. و شما مهمان عزیز و همه بینندگان ما عزیز تلویزیون آریانا نیوز و همکاران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. من فکر میکنم که حکومت فعلی از ظرفیت بسیار پایین برخوردار بوده و سبب ظرفیت پایین نبود پلان دقیق و هماهنگی دقیق از رأس تا قاعده حکومت. متاسفانه امنیت ادامه بتین انصاری صاحب، داریم صدایتانه. بله.
بله صدایتان داریم انصاری صاحب ادامه بله صدای مرا داریم فکر میکنم دیلی در تماس وجود داره همکارو اگر مشکل را بتونین رفع کنین میریم به طرف جناب سمر اما جناب سمر حالا سوال اساسی که مطرح میشه خب یک کیلومتر از یک حوزه پلیس طرف مخالف فاصله داره این مهم هم تایید شده از طرف مسئولان حوزه اما وقتی که این را جنگ روانی بخوانین چقدر میتونه برای تغییر وضعیت کمک کنه برخی این را خاک زدن به چشم مردم میخوانن موافق هستین؟ خیر حقیقت همی هست که میان چه اشاره هم شده ظرفیت ها را حکومت خود به خود بستر بسیار پایین آوردن و شما شاهد هستیم که تعداد کثیری ظرفیت معنوی را که همی جنرال های نهادهای امنیتی و دفاعی کشور تشکیل میداد اینا را دولت عمدن یار زدن و به تفاوت قبل از موعود خلق کردن فعلا سطح مدیریت در حوزات امنیتی پلیس در نهادهای دفاعی و امنیتی بسیار پایین است و اونا نه تنها که ظرفیت مسلکی و تخصصی ندارن بلکه امی جغرافیای پایتخت خود را اینا حوزات خود را ساحات از اینا را اینا به درستی نمیدانند و یک پلانی که ساخته شده به نام میثاق امنیتی امی پلان هم درست به شکل مسلکیش تطبیق نمیشه متاسفانه از این لحاظ دشمن دست بالا داره که می در ساحات در داخل حوازات حتی در پایتخت دست به فعالیت میزنن و در اینجا باید که پلیس ما پسته های ثابت و سیار گزمه های سیار اینا داشته باشند فعالانه در حوزهات در ساحات حوزه خود مطلق حاکمیت داشته باشند و آسیب شناسی بکنه محلاتی که در اینجا فعالیت های تخریبی وجود داره اینا یک عملیاتی هماهنگی تصفیه و تلاشی را سازماندهی بکنه همینجا سوال مطرح میشه نیروی امنیتی افغانستان که این توانایی را داره ظرفیت دفاع را داره هر روز سینه خود را سپر میکنه اما سوالی که مطرح میشه چرا پس استفاده نمیشه چرا عملیات راه اندازی نمیشه چرا برای دور راندن مخالفان از پایتخت از نزدیکی های حوزه های پلیس حداقل اقدام باید نمیشه ما به این عقیده هستم که یک نیت دفاع دقیق، مؤثر، مسلکی، هدفمند متاسفانه که متصور نیست از آغاز اونمی مصالحه که آقای خلیلزاد که متحد و پارتنر دولت افغانستان هست پیمان امنیتی با افغانستان ایالات متحده امضا کرده از آغاز مذاکره دوحه اون متوافقنامه را اگر شما باریکیش متوجه باشین که نامی از دولت در اونجا برده نشده که امروز طالبا پافشاری میکنه که ما نظر به توافقنامه ای که با امریکا امضا کردیم با نم توافقنامه با عموم معیار میخواهیم ما می مذاکره را آغاز کنیم که در اونجا نام از دولت گرفته نشده هدف داشت از اونجا خام بازی کرده تا همی انمی حوزه ای که ما عارفین سرش سوال داریم که چرا عملیات هم آهنگ نمی کنند چرا پلان میثاق امنیتی ساختن امیر تطبیق نمی کنند درست اینمی ها خودش یک قسم سوالاتی هست که اما جناب جنرال برخی دیگر این مورد هم مطرح می کنند آیا پایتخت فقط اطراف ارگ است که باید تامین امنیت شود یا نه اینجا ولسوالی ها هم هست که باید به او پرداخته شود از همه مهمتر وقتی که مخالف مسلح اینقدر دست بالا داره پس چگونه شهروندان میتونن خود را مسئول احساس کنن چرا اعتراف نمیشه و از مردم کمک خواسته نمیشه چرا از به قولی از نیروهای مردمی که بسیجای مردمی خیلی در برخی کشورها پاسخ داده از این گزینه چرا استفاده نمیشه
اینمی چراهایی هست که خدمت شما محس کردم که اینمی یک سوار جدی برای مردم ما مطرح هست، برای ما هم مطرح هست، من هست یک کسی نظامی، یک سرسوایی که در دستگاه نظام کار کردیم. اینمی سوال است که چرا از این ظرفیت ها استفاده نمیشن، یکی چرا هماهنگی در بین مردم و ملت به وجود نمیاد. هماری جوانای ما داریم که او آماده هستند که سرا بگیرن، آماده هستند که با پلیس خود همکار باشن، از خانه خود، از عمه خود، از محیط خود، منطقه خود، از ساحه خود دفاع بکنن. چنانچه که ما شاهد هستیم، دیدیم در امی کابل در زمانی که در مراسم عاشورا جوانای مردم تشیع ما در اون ساحات خود مسلح شدن، از اون مسجد و مدرسه و مراسم خود دفاع کردن، عملا و نتیجه هم دادن. اما ما هم متوجه وزارت محترم داخله و نهادهای امنیتی ما، شورای امنیت یعنی است، چرا اینا یک هماهنگی رو ایجاد نمیکنن؟ همین پیران میثاق ایبان امنیتی که امضا کرده، هدف از میثاق همی است که یک هماهنگی بین قوت ها به وجود بیاد. همین هماهنگی رو چرا اینا به وجود آورده نمیتونن؟ با وجود آوردن هماهنگی فکر میکنین اینقدر کار سخت است؟ و شما قبلا از نیت یاد کردین، جمله خیلی معروف است، میگه آیا نیت یا هر موردی که خیلی به او پرداخته نشه میگن قابل خریدن است که بخریم تا این مهم رسیدگی شود. آیا نیت میشه خریده تا به این مهم پرداخته شود؟ من خدمت شما قبلا عرض کردم که امی ظرفیت سازی را دولت عمدن یا به هر نحوی که بوده ظرفیت سازی نهادهای امنیتی خودشان را دست دادن. خودشان کسایی که ارکانهای حرب داشتن، دکترین نظامی داشتن، افراد مسلکی، جنرالای مسلکی که 40 سال، 38 سال خدمت کرده بود در جنگ، جیش خود سفید کردن، پیر ساختن خود را، جوانی خود را پیر ساختن، امینا تجارب داشتن، امینا را گوشه کردن، عمدن به فرمان غیر قانونی. امینا رفتن به کنج خانه خود شدن، جوانا را آوردن، جوانا تا که او تجربه او جنرال را میگیرن و او ظرفیت پیدا میکنه، این زمان کار داره. بنان انمی خودش عامل ناامنی حکومت به اصطلاح شدن. همین ظرفیت آلی فعلا در شورای امنیت، شما جلسات شورای امنیت میبینین که اونجا نشسته که میکنن همین کلا سر از اونها کلانی میکنن که انمی ها بتونن همون ظرفیت داشته باشن که امانگی رو وجود بیارن، بتونن در سایه خود، در سایه گوزه مسلط باشن، تسلط حاصل کنن و اونمونجا از همین خالیگاه های وانه دشمن هم استفاده میکنن. استفاده از همین کادر نظامی که تجربه سالها را دارن با عنوان مشاور چقدر میتونه مشکل را حل کنه؟ حالا ما داریم ده ها و صد ها مشاوری را که در وزارتخانه ها و خصوص در سکتور امنیتی حضور دارن، به قول بدون تجربه و سایر موارد ملاحظاتی که شما هم در مورد داشتین و قبلا گزارش هایی هم در مورد نشر شده، فکر میکنین اگر از این کادر نظامی، از این دکتورین، از این بزرگ مهرانی که سالهای سال جنگیدن، تجربه دارن، با عنوان مشاور اگر استفاده شود در هر حوزه پلیس و هر برنامه تعقیب شود، فکر میکنین چقدر وضعیت خود تونست تغییر بده؟ چرا بدون شک اگر دولت یا شورای امنیت و نهادهای امنیتی بخواین، همین جنرال ها حاضر هستن عمال در دفاع از زمین ملک و وطن و جغرافیای خود قرار بگیرن، در هر حوزه یک جنرال به حیث مشاور در اونجا توضیح شوند، امینا میتونن پاسپورت ساحه را تکمیل کنن، امینا میتونن آسیب شناسی بکنن، امینا میتونن که تستات مهم دولتی را، نظامی را، امینا را در نظر بگیرن و یک تدابیر بگیرن و از همون ظرفیت هایی که در حوزه وجود داره از همون ظرفیت ها استفاده کنن. حال ما اطلاعاتی داریم در یک پوسته پلیس 8 نفر در یک جدول، اگر اینا راپور میتن 3 نفر در اونجا موجود است و هم در سطح سرباز، یک افسر یا خودضابطی همونجا وجود نداره که حداقل قماندانی موپوسه را به دست خود بگیرن، مستوی قدره را به دست خود بگیرن، بیداری وجود داشته باشه، همینا هوشیار باشن، بیدار باشن که از موضوع اون پوسته خود حداقل هم سایه خود به خاطر حیات خود دفاع کنن. همین چیز وجود نداره، اونجا فساد وجود داره، همونجا قمار هست، همونجا مواد مخدر هست، همونجا سرباز خواب است، همونجا بیدار نیست در محل خود. بنان علمی ضعف را دشمن کشف میکنه، برش میرسانن، پیدا میکنن، میانن و مصالحش هم میبرن، شبای خون میزنن، خودشان هم از بین میبرن و یک نام بدی، یک تصویر بدی برای ضعف دولت هم باجا میگذارن. اما میخوایم بحث را جمع بندی کنیم. خب استفاده از این کادرها هم میتونه یک راه حل باشه.
در وضعیتی که به قول شما استفاده نمیشه از اینا، اما فکر نمیکنین که در بحث جنگ روانی اینجا نیاز است تا بیشتر از این از طرف حکومت کار صورت بگیره؟ به قول برخی حالا طالبان دارن دست بلند نسبت به حکومت افغانستان، بخصوص در بحث امنیتی، در نشر خبرها و جنگ روانی خیلی ها مهارت دارن و رسانه‌های اجتماعی را در برخی موارد حتی به گفته برخی شهروندان حتی تسخیر کردن. اما سوال اساسی، نیاز مبرم به تقویت جنگ روانی از طرف حکومت دیده نمی‌شود این وضعیت؟ باید حدی اقل اگر دولت امی ظرفیت فیزیکی را نداره، ظرفیت معنوی چیر خود داشته باشه، حدی اقل در برابر امی جنگ ایدئولوژیکی، جنگ روانی، دولت هم بتونه یک تبلیغات موثری خود در مساحه داشته باشه که امیرم ما نمیبینیم، امیرم مردمی ما نمیبینن متاسفانه. اما سخنگویی که صحبت میکنه اما هم دروغ میگن، وضعیت را به دیگه وارانه جلوه میتن، در حالی که عینی گپ دیگر چیز است در مساحه حوزه. مردم میفهمن که امی گپ درست نیست، به دقت گپ نمیزنن. آره طالب ها اونا اطلاعات دارن، اونا ظرفیت دارن، اونا قاطعیت دارن. ولی چرا شما پیشتر اشاره داشتین که مردم ورقای عرض نوشته میکنن میبرن به ساحه طالب، اونجا دو نفر طالب ششته است، اینجا قضات و سارانوار و محاکمی که عمر خود در اون تحصیل و تجربه و کار تیر کردن، اینجا پیش ازی ورقه خود نمیبرن، پیش اون طالب میبرن. او طالب به قاطعیت عمل میکنه، اونم رو تبدیق میکنه. وقتی که به قاضی ما میه، متاسفانه اینجا اول طرف جیب مردم میبینه که باش که چقدر به ما چشو اینمی حالت، اینمی وطن به بحران برده، اینمی خب این فاصله رو چقدر میتونه بیشتر بسازه؟ بحثی را که شما مطرح کردین، دروغ گفتن خب یا نادرست گفتن برخی موارد از طرف سخنگویان، این چقدر میتونه میزان فاصله را بین حکومت و ملت بیشتر بسازه؟ به خصوص اعتبار بالای نیروهای امنیتی را اینجا متضرر نمیسازه؟ با یقین که یه حالی متضرر ساختن. حالی مردم میگن که ما نه امارت تکار داریم، نه جمهوریت تکار داریم، ما امنیت میخواییم، ما مسئولیت میخواییم، ما رفاه و آرامش میخواییم، ما میخواییم به مکتب بریم، ما میخواییم تحصیل کنیم. متاسفانه که اینمی حالت به وجود آمده که مردم آنی ناراض است، مردم با دولت همکاری نمیکنن، میرن به طرف طالب و رقیه خودم میبرن، دادخواهی طالب جلب میکنه که با ما رسیدگی کن که من این مشکل دارم. چرا این ظرفیت ما عزیز دادیم؟ چرا ما اینمی مردم خود عزیز دادیم که به طرف دولت خود رجوع نمیکنه، با دولت همکاری نمیکنه؟ همین طالب هم خوب در یک جای نشست میکنن، در یک خانه است، در یک مسجد است، در یک مدرسه است، اونا از آسمان پیاده نمیشه، از یک رای میه، به یک موتری میه. اگر مردم با دولت واقعا دلبسته باشه، همپر باشن، همی یعنی به حوزه را پر میتن. به عنوان یک نظامی، چون وقت ما کاملا تمام است آقای سمر، بیاین که جمع کنیم صحبت ها را. آنچه باید شوه که نشده، هدف من می بود، من خدمت شما عرض کردم که از همی ظرفیت ها دولت به حدی اعظمی استفاده کنه. همی اکنون ما تعداد کثیری از جنرال های قوای مسلح نهادهای امنیتی افغانستان داریم، بیکار به خانه های خود ششتن، یا در احتیاط هستند، یا در خانه های خود به تقاعد سوق هستند، به علاقه اونجا ششتن، ولی یک ایدیا و انگیزه و فکر وطن در ذهنشان هست، به خاطر یک تعهدی که اینا کردن، میخواین از این خاک، از این وطن دفاع کنن. و اینمی بدحالی را اینا تحمل هم کردن نمیتونن. بار ما یک حرکتی به نام حرکت انسجام ملی افغانستان ساختیم که تعداد کثیری از جنرال ها در اونجا، قضا، سارانوال، جامعه مدنی، همه در اونجا حضور دارن. بسیار تشکر. ما بار در حدود 10 ماده یک بار اعلامیه دادیم، دیگر اعلامیه دیگر دادیم که بعد تا سرحد حقوق بشر بین الملل و لاحه اینا، که از همین ظرفیت معنوی چرا حکومت استفاده نمیکنن؟ چرا اینا رو به همین امیدواری؟ بسیار تشکر. از اینا باید استفاده شود تا همین بحران رفع مدیریت شود. بسیار تشکر. جنرال سمر سادات، نظامی پیشین، ممنون از اینکه حضور یافتین در برنامه. آرزو داریم که از این کادر هم استفاده شود و ممنون از اینکه شما هم همراهی ما بودین و امید دارم که داشته باشیم آقای آریان را در یکی دیگر از برنامه ها. وقت شما بخیر.